یارم ای آزادی بیا بین چقدر منتظر بمونی من که این توی آخر زندگیمه به گهوار تا گور آزادی بجوی درود! 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 بر آزادی خواه ایران! درود بر آزادی یا عدالت! درود! یارم ای آزادی بیا! بین چقدر منتظر بمونی؟ من که این توی آخر زندگیمه به گهوار تا گور آزادی بجوی به گهوار تا گور از همه شما معذرت خواستم و ازتون خواستم که دادگاه تشکیل بدید و من رو به خاطر اون یک رأیی که به جمهوری اسلامی دادم محاکمه کنید. من این پیام رو از منزل یک کارگر شهید ستار بهشتی به همه کارگران ایران و همه زحمتکشان ایران میفرستم. درست است که من یک استاد بازنشسته دانشگاه هستم، اما کار استادی، کار معلمی هم این همه کارگری است. میگویند که کار یا یدی است یا فکری. کارگر یدی اون کسی است که با دستش کار میکنه، چیزی رو میسازش میکنه. کارگر فکری اون کسی است که با فکرش کار میکنه، فکرش هست که سازندگی میکنه، میسازه. بنابراین من این روز عزیز رو به همه کارگران ایران تبریک میگم و از خدا میخوام چنان توانی به کارگران ما بده که بتوانند حقوق خودشون رو باز پس گیرند و این وضع نابسامانی که برای همه مردم از جمله کارگران فکری و یدی به وجود آمده هر چه زودتر به پایان برسه. و افتخار من این است که در کنار یک مادر کارگر، مادر ستار بهشتی، این صحبت ها رو میکنم و افتخارم میکنم به این کار که امروز آمدیم در منزل ایشون، این در کاخ ایشون، کاخ 40 متری، و میتونم با هموطنان عزیزم صحبت کنم و مجدداً این روز را تبریک بگم. درود بر شما. بسم الحق، به نام خدای عادل دولت گستر. شنیدم و خواندم که باز دست گل جدیدی نظامی که قرار بود مردم رو خوشبخت کنه و حق مردم رو بهشون بازگردانه و نه شرقی و نه غربی باشه به آب داده.
و اون مسئله دریای یا دریاچه خزره واقعا چقدر انسان متاثر میشه که اینها همه چیز این مملکت رو دارن به حراج میذارن. بله اینها نیاز به روسیه دارند که اون قرار داده گذشته رو که 50-50 سهم ایران و شوروی بود تبدیل به 10-12% بکنن و اون هم نقاطی که نه نفتی درش وجود داره نه ماهی های گران قیمت. نمیدونم تا کی اینها قصد دارن با سرنوشت و آینده این ملت و این مملکت بازی بکنند. من این فاجعه رو به ملت ایران تسلیت میگم، برای اینکه جای تسلیت داره که آدم همه چیز مملکت، ببینید آب مملکت، جنگل مملکت، زمین مملکت، خاک مملکت، همه چیز اینها به سمن بخص و گذار کردند و فقط به خاطر اینکه چند روز بیشتر حکومت بکنند چنین بعض بخشش های میکنند. امیدوارم که مردم روزی به حقوق خود برسند و من به عنوان یک ایرانی اعلام میکنم هر قراردادی که این حکومت با هر دولتی در مورد سرزمین ایران منعقد بکنه از نظر ملت ایران ارزش حقوقی و قضایی نخواهد داشت. و سلام. خب به یاد 67 سال مبارزه آقای دکتر ملکی بنده یه تابلوی رو از چهره گل ایشون کشیدم که اینجا جمع شدیم تقدیمشون بکنیم. درود بر شما. سپاسگزار آقای دکتر نوریزاد به خاطر این یادگاری ماندگار. نام نیکی گر بماند یادگار به کزو ماند سرای زرنگار. میگویند کوروش کبیر مردی عدالت خواه و دوست داشتنی و قابل ستایش بود، به طوری که مردم او را دوست می داشتند و هر سال دور مقبره او جمع می شوند و او را به خوبی یاد می کنند. امسال هم مردم چنین می کنند و چنین خواهند کرد، اما متاسفانه در کشور ما رهبرانی حکومت می کنند که ظلم و بی‌عدالتی آنها زبان زده خاص عام است. من از خدا می خواهم که ملت ما هم
روزی دارای رهبرانی همچون کوروش باشد. بار دیگر تکرار می کنم خداوند امثال او را یاد گرداند و به رهبران ما عقل و هوشی عنایت کند تا بتوانند مثل او باشند. ولی او کجا و دیگران کجا؟ و سلام. آقای دکتر، نظر جنابعالی راجع به حجاب اجباری که این روزها مطرحه و دخترها و زنها اعتراض میکنن به اون چیه؟ من هم اطلاع پیدا کردم که چند روزی است دختران قهرمان ایرانی یه ابتکار جدیدی در مخالفت با زور و زورگویی از خودشون نشون دادن. و اون این است که مسئله این روسری یا حجابی که به سر دارند این رو در خیابون از سرشون بر می دارند و می زنند یک جایی روسری رو گله چوب می کنند و می گردونند. به نظر من این کار یک کار بسیار بسیار زیبایی است، چون هیچ وقت نباید به زور لباس برای مردم تعیین کرد. و این عملی که دختران فهمیده و قهرمان ایران انجام دادند و امیدوارم گسترش پیدا بکنه، عملی است که به حاکمیت میفهماند که زیر بار ظلم و زور نخواهند رفت. و من واقعا از این دخترای عزیزم سپاسگزارم. حرکت کنیم بریم بفرم جاه مقدار بفرم بفرم بیان جلوتر بریم خانزه یه نیوه چه آقای دکتر ممنونم آقای فرقیمی ببرد بله خانوش دبا اینطور برم محمد مهدوی فر، هر وقت خسته میشیم جمال مبارک این مرد به ذهن ما خطور میکنه و خستگی رو از شانه های ما برمیداره و به گام های ما استواری میده. این مرد تمثیلی از خسته نشدنه، این مرد تمثیلی از یک ادب بزرگه، یک دماوند پاکیزگی است، این مرد یک سلامت بزرگه. یعنی ما دیگه چی میخواییم از قامت یک انسان که دوستش داشته باشیم؟ این مرد یک پاکیزگی بزرگه. و من میگم هر دفعه یک کدورتی، یک تنهایی، یک خستگی به ذهن من خطور میکنه، با تجسم گام های این مرد که عصازنان شیب زندان اوین رو بالا میرفت، خستگی از تنم میرفت، برای ایشون سلامتی آرزو میکنیم، برای گام هایی که
ایشون در خلوت زندان برداشته، در بیرون در سالهای پیش از انقلاب، و همین اکنون برکت آرزو میکنیم که این گام ها در فردای این سرزمین به نیکی و درستی و پاکی بدل بشه. براشون سلامتی آرزو. یارم ای آزادی بیا، این چقدر منتظر بمونیم. من توی آخر زندگیمه گهوار تا گور آزادی بزنیم.